منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از کلن آلمان ما را همراهی میکنند. چه دلایلی رو میشه برشمرد آقای سهرابی درباره تداوم آلودگی هوا در تهران و شدت یافتن این آلودگی و البته خوب شاهد جهش در آینده ها هم هست؟ درود بر شما. ببین، نظام جمهوری اسلامی در مقابله با بحران‌های محیط زیستی ناتوان و ناکارآمد هست. اصولاً عمده این بحران‌ها هم ناشی از اقدامات غیر علمی و غلط این مقامات در پروسه توسعه کشور بوده است. الان ما در فصلی هستیم که خب هر ساله می‌بینیم در شهرهای مانند تهران ما با پدیده وارونگی دما مواجه هستیم و غلظت آلاینده‌ها بیشتر خواهد شد. اقدامی هم برای رفع اون عواملی که ایجاد آلودگی میکنن نه تنها صورت نگرفته، بلکه بر تعداد اونها هم افزوده شده. برای اون شما در نظر بگیرید وسایل نقلیه از رد خارجی که دارن تردد میکنن، هر ساله به تعداد اینها افزوده میشه. از طرفی ما میبینیم که مازوت سوزی داره صورت میگیره و اصولا حاکمیت برنامه مدون و مشخص اجرایی برای مقابله با این بحران نداره. شما اشاره کردید به قانون هوای پاک. قانون هوای پاک سال‌هاست که همینجوری داره خاک میخوره و مردم هم مجبور هستن هوای بسیار کثیفی رو تنفس بکنن و آمار مرگ و میر بیشتر و بیشتر بشه، که همه اینها در ساختار نوع حکمرانی جمهوری اسلامی هست که مانند بخش‌های دیگه در این بخش هم ناتوان و ناکارآمد است. آشنا رابی، آیا دولت ابراهیم رئیسی برنامه‌ای داره برای مهار آلودگی؟ ببین، دولت ابراهیم رئیسی هم مانند سایر دولت‌ها هیچ برنامه مدون و مشخصی ندارن. اصولا اونها یا مدارس رو تعطیل می‌کنن یا ادارات رو تعطیل می‌کنن یا اینکه منتظر هستن از آسمان ندایی برسد و اینکه یا بادی بوزد یا بارونی بیاد که وضعیت رو تغییر بده. نظام جمهوری اسلامی می‌بایست پروژه‌هایی رو اجرا می‌کرد که در مسیر توسعه پایدار بود، که در ساختار این نظام فاسد و مافیایی نمی‌گنجد. ببینید، الان سال‌هاست ما بحث می‌کنیم که سوخت ایران بی‌کیفیت است، بنزین‌هایی که کیفیت ندارن، بنزین‌های پتروشیمی، گازوئیل‌هایی که درصد گوگرد بسیار بالایی دارن، در سطح شهرها توسط خودروهایی که از رد خارج هستن داره سوزانده میشه. از طرف دیگر شما می‌بینید که مازوت سوزی رو داریم در حد بسیار وسیع. دولت رئیسی هم یا عرض کردم تعطیل میکنه مدارس و ادارات، یا اینکه مثل دیروز که شورای شهر آقای چمران اشاره کردن که مردم در این زمینه مقصر هستن، که بنده تصور میکنم که مردم برای این مسئله کوچکترین نقشی رو ندارن. همه این موارد حاکمیتی است و حکومت باید برنامه مشخصی داشته باشه در طی برنامه‌ای که مربوط به آمایش سرزمین هست بتواند این برنامه‌های توسعه‌ای رو طوری اجرا بکنه که ما آلودگی و کمتری داشته باشیم. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از کلن، بسیار سپاسگزارم.